چنین شتابان، به کجا چنین شتابان. دیگه همه چی برای من تموم شده، همه چی. به دستای من نگاه کن، بذار کنار دارون بمیرم آروم. حامد جان دستتو بگی تو ظرف، تمام اینجا رو آلبالویی کردی. بچم چرا له میکنی آلبالوها رو؟ من واقعا عذر میخوام، ببخشید. خب ما حامد جان تعریف کنه، بعدش چی شد دیگه آقای چی گفت؟ بعدش؟ این چی آقای؟ رو زمین دراز کشته بود، غرق خون. بلندش کردم گفتم اصلا ناراحت نباش، فقط تنها چیزی که بود اینی که خیلی ترسیده بود. بهش گفتم نترس، سعی کن این دم آخری، سعی کن دم آخری شجاع باشی، قوی باشی، مرد با. وای نگاه کن آخه رانا جون، تو یه چیزی بگو آخه. بابا تمام خون زندگی منو کشید، عمر آلبالویی کرد. باشو حامد جان، باشو، نمیخوام کار کنی، قربونت برم. باشو عذر میخوام. حامد بعدش چی شد؟ زنده مون؟ نه دیگه، بعد مرد. مرد؟ بعد ایوا. نه شوخی کردم، بعدش میدونی بعدش حالش خوب شد و مثل یک کودکی که متولد شده باشه دوباره به زندگیش ادامه داد و خوشبخت شد. خوشبخت شد. سلام خسته نباشی، شد مثل فارسا. حالا باید برم 10 کیلو دیگه آلبالو بگیرم وردارم بیارم، مگه حالا میذاره آلبالو بمونه؟ حواس کرده بودم. پرستو جان اون شکر به من بده قربونت. باشه الان. رانا مادر شکر بده. الان. خب میگفتی حامد دیگه بگو. بعد چی دیگه؟ ماما راستی فهمیدی چی شده؟ دیشب دوست خونه آقای کفیلینا رو زده. دوست؟ همون در قهوه‌ایه؟ آره در قهوه‌ایه، شیرای گنده داره روش. خب. فهمیدی؟ عرب کلی مامور اومده بود واسه بود دم خونه، بس که دوزده همه چی رو جارو کرده برده، رحم نکرده. فهمیدن دوست کی بوده؟ نه مثل اینکه حالا اومده بود. ببین یعنی سر کوچه خودمون دوست اومده بوده؟ خیلی ترسیدی نه؟ نه من که برای خودم که نمیترسم، من که امشب پرواز دارم، من برای تو میترسم، میترسم دوزده یه بلایی سر تو بیاره ها. واقعا به خاطر من؟ یعنی تو نگران منی که از دوز بترسم؟ از دوز؟ من اجازه بدید، من عذر میخوام. میخواستم یه نکته بگم، این که از دوز نمیدونم آدمهایی شبیه به اینا به هیچ عنوان تا زمانی که من هستم نترسید، من کنارتون خواهم بود. نه آخه قضیه ترس و این حرفا که نیستش که حامد، اصلا اسم دوست که میاد همچین دلشوره میگیرم اصلا. من از که کاملا متوجه نشدی، بذارید من یه خاطری براتون تعریف کنم. من حدود 12-13 سالم بود، یه روز توی کوچه همجری داشتم قدم میزدم، بعد یه مرد قوی هیکل دیدم، شونه منو گرفت و دزد بود. آفتاب دزد؟ نه از این آفتاب دزد نبود، از این دزدای حرفه‌ای مسلح بود. گرفت منو گفت هر چی داری پول مول اینا به من بده، من فلان و اینا. ببین من تنها کاری که کردم فقط با یه حرکت دستشو چنون پیچوندم، گفت آی دستم شکست و خوابوندمش رو زمین. گفتم خجالت بکش برو زندگی درست کن. گفت من چی کار کنم که آدم خوبی باشم؟ گفتم فقط تو زندگیت مرد و عوض بکنم. منو با خودت ببر، بمون منو از یادت نبر. حامد من دارم میرم. رانا 100 بار دستامو شستم قرمزی دستام نمیره. وای خیلی ترسناکه نه؟ من تا آخر عمرم نمیتونم با این دست قرمز کار کنم. نه ترس آخر عمرت که نمیمونه. ببین پس من سفارش نکنم دیگه، موقعی خوابیدن در قفل کن. خب بابا نرو دیگه، گیر دادی ها. امشب نرو، امشب بریم پیش مامان شکو، یه آلبالو پلوی خوشمزه داره. نه اون که الان حاضر نمیشه، واسه فردا میام دیگه. تا فردا میام. ببین حواست باشه، دیدی مامان گفت محل دزدی اینا اومده در وا نذاری. خب باشه، فقط اینکه میتونی یکی دیگر بذاری به جای خودت. راضیه پیشنهاد یکی از دوستات یا همین پرستو بهش بگو. فقط پرستو اشاره مهمان داره. نه این اشاره نمیتونی. من رفتم سفارش نکنم، موازم خواهید باش. باشه خدافظ. باشه ولی خب نمیرفتی بهتر بود.
منو بله رنه بابا این چه کاری به تو من سکته میکنم آخه میدونستم باور کن میدونستم میاد نه کلامو جا گذاشتم کامل نرفتم پس سفارش نکنم خدافظ بابا میدونید رنا 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 تو نبودی؟ رنا کیه؟ کیه؟ میدونید آدم وقتی تنهاست دوچار توهم میشه دیگه خب آه نه که سایه میز بود آخه اینم که برگه دیگه ترس ندارم نه میدونی بهتره یه آواز بخونی و از این ترس در بیای بابا تو که دستگیره دری ناکس توی تنهایی توی تنهایی خلوت زندگی زیباست نه تو زیبا نیست خب به به قند قند کله کف میده خوردن 30 سال قند ماشینی گذاشت جلومون ای میگم خانم این قند رو نمیشه خورد هر چی میمیکیم اگه آب میشه شکلیه چیه مگه برای خودت درست کرد سر شکل مگه چیه تو چی شده این وقت شب مزاحم آرامش مردم شدی ها من مزاحم آرامش مردم شدم آره یا توی که همش داری تق و تق میکنی و همه رو زابرا کردی تو خونه میشکنم آقا خوب میشکنم چون یه اون حسرت قند کله رو رو دلم گذاشتی خیلی خوب بسته دیگه منظور بگیر اینه برای تو آوردم چی؟ بگیر دیگه مربای آلوبالوه دست درد نکنه شکو راستی شکو تو صدای عجیب غریبی نشنیدی این صدای نامشگوی تق 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 نه تق نه من همچه چیزی نشنیدم تق ولی خب میگن که این روزا تو محل خیلی دوز داره میاد دوز؟ آره محله رو دوز زده؟ دوز زده آره میگن اینجوری میگن نمیدونم تو نمیترسی؟ نه برای چی بترسم دوز که ترس نداره منم نمیترسم این چیه شکو؟ نه
منظور نترس. چی؟ فکر کنم بچه هانم حامد و رنا حوصله‌شون سر رفته، دارم با هم یه توپ بازی میکنم. برو تو، برو. هیچ اتفاق نیفت، برو تو. نه من نمیترسم. نه ترس نداره، ببنده رو. تو مطمئنی نمیترسی؟ اصلا نمیترسم، برو. دوست نه، برو بگی بخواب بابا. دوست چیه؟ نوشه جونه، برو. دست درد نکنی. نه ترسیم، برو. باش. برو تو، برو. برو. کشتش یارو رو، خونش پاشید همینجوری به در و دیوار همون و دل و رودش همینجوری چسبید به سم. خیلی بام فرشاد چه خب برو تو تکون میدی، ترسیدی؟ من ترسیدم، من نمیدونم پرستون جان، من نمیدونم چرا باید خب آخر شب بشید یکی فیلم رو باید کتابش رو کنیم و ببینم. خیلی فیلم دیدن داره به قول جیجک میگه فیلم ترسناک، آدم مدرن و هویتشو تیکه تیکه میکنه، تیکه پاره میکنه هم لحظه. برخون چرا اینجوری چلوم بشدی؟ ماشاءالله خیلی ترسیدی. بابا تو که ترسیدی، ترس خود من. خب اینجور فیلم ها آدم آدرنالین خونش میره بالا، یه همین یک گوشش میزنه بیرون. مثلا ممکنه مگه یه همچین چیزی؟ مثلا ممکنه؟ نگاه کن باده اره دست یارو رو تیکه تیکه که قلفتی. حالا میدونی چی میشه؟ موی یارو رو اینجوری میگیره، بعد با سیم بوکسول آویزونش میکنه، جزغاله میشه دهنش. خیلی بابا تا بابا ترسیدی؟ ناخون بیجایی؟ یعنی چی ترسیدی؟ ترسیدی؟ اینا دروغه، اینا دروغه. مگه ممکنه دزدی جوری وارد خونه آدم؟ اینا دروغه؟ بله. همین دیشب یه دزد خطرناک خونه آقای کفیلی رو زده، آروم آروم رفته، اول زنگ در خونه رو زده. توی دسته من چی میبینید؟ یک سیب کوچولو، از اون سیبای خوشمزم هست. خیلی خوب، حالا قشنگ به دسته من نگاه کنید. من سیبا توی دسته چپم میذارم و حالا بامبو جامبو، بگی بامبو جامبو کجامبو؟ عذر میخوام. یک بار دیگه این کارو میکنیم. بامبو جامبو کجی بامبو؟ سیب ناپدید شد. متشکرم، به افتخار خودتون، خواهش میکنم. خیلی متشکرم. بله، سیب ناپدید شد. فکر میکنید که این سیب کجا رفته؟ شما میدونید؟ شما میدونید؟ شما آقا پسر کوچولو. هیچ کدوم نمیدونید سیب کجاست. میدونید؟ سیب جایی نیست جز پشت این باند ضبط. سیب اینجاست، ببینید. سیب کی گاز زده؟ این سیب کی؟ سیب کی چرا گاز خورده؟ سیب کی اینجاست؟ سیب کی گاز زده؟ آها، برای چی داری میبالا تو؟ همین الان یه صدا اومد. بابا من بودم اون صدا. چرا؟
نمیدونی چی شد. ببین من داشتم دردستی میکردم خب. بعد یه سیب دستم بود، این سیب رو غیب کردم، سیب رو دوباره که ظاهری کردم سیب رو گاز زده بودن. ببین عجب سیب آب دارین. آره از همین میدون خودمون گرفتی؟ آره اینا رو صندوقی میگیرم. خیلی چند؟ این گرونه ولی خب سیب بسیار با کیفیت. صدا چی بود؟ یه صدا پشتمون بود. آره باسا بیدم چیکار کنی؟ یه بوی خوبی میاد. ببینم تو اتکاران زدی؟ آره خوشبوه. خیلی بوش خوبه. از اون باید گرمه. اسمش چیه؟ یاس خودمونه. چند گرفتی؟ بودو بودو فرار کنه. باید فرار کنه. درباکن. یه صدا اومد از خونه. آره فکر کنم منصور باشه. بابا من که اینجا هم. پس از کجاست؟ فکر کنم هم از اون طرف داره می آمدی. از اون طرف داره صدا. درباکن. وای بیچید رو بله. کاش کاش من شکر تحبه نمیزشم. آره آه چه پای بزرگی داره. 47 یا 48 شمارش. 47 یا 48 آسا 48 بزرگ پا. آه چه با گندی هم میده پاش. میدونی پاش یه چیزی بین باقالی و کرس این بو رو داره. داری نزدیک میشه. نه داره میره بالا. وای خطر از بیخ گوشمون گذاشتم. احمد داره میره بالا. میخواد خونه تو خالی کنه. خونه منه؟ وای کاش که شعرام رو میز برمیداشتم. الان میره میخونتش معروف میشه. نزدیک میشه به ما. داره ولی خوب ما رو ترسوندی ها بابا. تو داشتی میومدی خب لاغه یه تقی توقی دری رو میزدی. به جون تو داشتم من ذره ترک میشه. تو نمیتونی درست بخوری؟ خلاصه نمیدونی به چه بدبختی به جون تو اصلا خودمو رسوندم خونه. آخر مجبور شدم اسمس سرم اصلا میکنی. رفیق قدیممه اومد مشروع تا در خونه بکسر کرد. جون هر کسی ها که دوست داری پاشو برو اون دستات اونجا بشور. پر رو تازه پولم میخواد از من. بابا اینجوری نخور. ما میخواییم غذا رو بخوریم. برو اونجا دستشویی صابون هست. برو بشو دیگه. برو اونجا. بابا چیکار داری میکنی بابا؟ اینو ما چپ رومو میکشیم. عجب سلام. پاشو برو دستاتو بشور. آقا سمبوسه گرفتم اصل. بخورید حال کنید. دمت گرم که بابا نزن با این دستت دیگه. صد دفعه دارم بهش میگم برو دستشو بشور همجوری نشستی. آقا جلو خونه کفیلینا قلقله بود. پلیس ریخته بود افتضاح. اصلا نمیدونی چه راست میگی؟ آره این سومین دزدی بود تو این هفته. آره بخور آقا. آقا همه جون پاشه اون سوسو بیار اینجوری نمیشه خورد. برو اون سوسو بردیم. آله به جون تو اصلا سنبوسی که بزن سوس حال نمیده که آقا نزن پشت من دیگه. بابا این لکش روغنی نمیره خب. آره نمیره. میگن 4 نفر بودن. چهار نفر از اون خطرناکا با جون تو هر 4 تاشون هم چیه تفنگ داشتن. تو این گیرو دار میگن 2 نفر بردن مثل که تو بیاون زرنونیس کردن. آقا دوزای خطرناک. خون؟ اینجا بوده! دوسته اینجا بوده! کشته! جسد! جنازه! ای وای! ببین اینا نگاه کن. احمد این مرباز زره ترک گرفت ما رو. آخ الهی که من فداشم. این مرباز تو هستی دفته بشی همه شو بخور. واقعا مربا من رو بزم آدمی هستی ها. ببینی دیگه کنه حال میده به جونه تو. یه دونه بردارم. یه دونه کچه بشیم بخور نیشون. آدم های ناشوکی هستید. بخور نگاه کن. من فدا چم. بابا یه زنی زشنی میخور. بخور باشوک میخوا. نه همینجوری حال میده.
پرسو پرسو خوابی؟ پرسو خوابه، پرسو خوابه، خوابه، توهمه، توهم و ترس مرجعش یکیه، یکیه، همیشه آدم توهم که میکنه، خیال میکنه، خیال که میکنه، مرجعش میشه زایش تخیلات و ذهن تشعشعات خلاق آدمی. یعنی چی؟ یعنی که کیس سایکوتیک میتونه به راحتی مقابل خودش دقیقا خودش رو ببین چقدر بی‌ملاحظه هستی بخوردن گاز زدن دکتر تو راه رو خوب شد کارده رو گذاشتم بالا برای رفته تو شکمم حامد قربونت برم من کردی در را زدم خب ها؟ من در را زدم آخه تو چطوری در رو کردی؟ تو نمیدونم تو ولی از کجا میدونستی که من میخوام هندونه بخورم ها؟ تو هندونه میخواستی؟ آره من هندونه میخواستم من این کار چیه اینجا؟ اینو گذاشتم که حامد نمیدونم چرا این چند وقته اینجوری شده من الان بالا یه دفعه با خودم داشتم همینطوری حرف میزدم نگاه کردم دیدم یکی عین خودم فقط به تو دارم میگم به کسی نه یهو دیدم یکی پشت سرم عین خودم وایساده نگاه خیلی خوب خیلی خوب چی نه فکر کردم یه دفعه فکر کردم بیا هیچی نیست ماشین مشتی مندری نبود داره نسندلی ماشین مشتی مندری نبود داره نسندلی سندلی سندلی آی سندلی آوو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 و
آشین مشتی ممدلی نبود داره نه صندلی 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 پدر جون زشته همسایی خوابن بچه داریم حال میکنیم ها چطور بود همه جون من ببین دست دارم خوب بود ولی هم شعرش بسیار کوتاه بود همین که داری اشتباه میزنی ببین سلفا میره دور سیمی یعنی اینا بعد روی چیز باشه پدر جان دیگه هندونه رو یه جهتی قاشق تو لاغر یه جوری بکش آب تمام پاشید سر بامون قیز کردی بچه بگی تو هندونه نهی بودی بلا شو باره دیگه هنش آزده ده حال میذاره جون تو ولی سیدی میاد بیرون آره من شرمندم بابت این فرزاد این یه مقدار زایه است من از آمه جون تو من شرمندم آقا بخون آقا من شرمندم این از بچگی زده حال بود دیگه به جون تو اونش با من آقا بخون حالا اینو گوش کن خوش به حالت کبوتر هر جا میری پر میکشی خوش به حالت کبوتر هر جا میری پر میکشی عاشق پریدنم تو هم تویی تاخ تویی 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 آخ تویی بیچاره شده اونو جمعش کن اونو بیدید اجازه بدید شکوه اجازه بدید من درستش میکنم نکفتم من درستش میکنم نستی چقدر بشین بشین حرف نزد حامد برو حامد من نیستم اینجا نیستم تو بشن نگفتم یواش سر بزن نفوز بد میزنی از سه وقت خودم یک دو انگوشتی هم میتونه بخونه بابا ساکن بابا سلام عرض کردم من واقعا عذر میخوام میدونم واقعا صدای من بسیار بلند بوده و واقعا درست نیست در همسایگی اینقدر صدا با ولوم و چیز بالا باشه من بابت این واقعا بازم از شما عذر میخوام من خیلی واقعا بعضی موقع به خودم میگم که حامد صدا تو بیار پایین زشته همسایه داری به خود به خصوص اینکه مادر خانومت هستش و از صدای بلند ناراحت میشه میدونه من دارم بهت میگم میری بهشون میگی این دفعه باهاشون هیچ کاری ندارم دفعه بعد
کاری میکنم که مرغای جوجه کشیش بیان به حالش زار زار گریه کنن. بله بله فهمیدم. همینو میخواستی؟ همینو میخواستی؟ کم مونده بود شکو خانم بیاد آبروی هممون رو ببره بهمون به بی‌احترامی بکنه. بسه بابا یعنی چی بسه؟ فرهنگ آپارتمان نشینی چیزی که هیچ کدوم از شما نداری. همه دست این میگی برد بیرون بابا. ای زشته بابا اینو واسه چی را داد اینجا؟ خب چیز من دیدم که یه هندونه دستشه، گفتم بیاریمش تو که هندونه رو بخوریم. نوشه جون خوردی که؟ برق خاموش کن. خیلی خوب حالا یه برق رفته دیگه. یکی رو کم داشی میدونی؟ یه شن برده بیاد. کجا میدارم؟ میدونی میگن قبل از هر جنایتی یه خاموشی هستش. یعنی چه؟ راست میگه، راست میگه، راست میگه. تو کلبه یه سایکوکلوپیدیا عین همه بطا عصه بابا سایکوکلوپیدیا کاری بکنی بابا روشنه. میگن مرگ وقتی برسه چراغا خاموش میشه. یعنی این تو ذهنیت آدمه. میخواد به مرگ مرگ نکن. حالا چیزی نشده که یه برق رفته. آبه تو نرو پیش من، تو تکون نخور از همجا تکون نخور. برق میاد، برق میاد، برق میاد. میدونی یه چراغ یه چیزی بردارید بیارید. یعنی چه؟ سلامت شد چکو خان. شما امشب کاملا منو بیخواب کردی. با اینکه کنترل رو قطع کرده بودم ولی هنوز داره سر صداتون میاد. یا بخوابین یا بذارین من بخوابم. شما دهن بسته حرف میزنی. مگه تا حالا ندیده بودی؟ نه خیر. یعنی بله. حالا دیدی؟ بله. برو. چشم. فقط یه محبتی بکنید شما. این برق رو وصل بکنید. من به شما قول میدم 5 دقیقه دیگه همه بخوابیم. خب؟ برو. چشم. چشم. شله شله آه افتخار عروسی باره. میدونی با چرا چسبیدی به من تو؟ بابا چرا میزنی؟ برو اومدی. تو چی میخوای اینجا باید اینجا که چی بشه آخه؟ برستو خوابه، خوابه چم سبون که بلازه روان چرا دیگه اصلا میدونی چه مسئله؟ بسه بابا غلط کرده با یه چیزی گفتم به روان شراستی رو گفت بکش کنار تو رو همه ازت خیلی حرف میزنی بگی بخواب یه خواب بلاد روانشناسی لکانی اگر بدونید که مسئله پیچیده یه خواب چیه قدر بابا لکانی رده بابا بیم کنه بابا بده بخوابی اونه که اون رقبر حال میکنه خوابو بیدار کنه خور راست میکشی پدر جان یه ذره پهتون شو بفضل بابا بابا چرا صدا موتور گازی میدی؟ دست بون کاسه آب نزم برای نصف شب خودم گذاشتم. یه قلاب بخورم؟ نمک تو الان دستشوی نبودی؟ چه؟
تو مگه الان نرفتی دستشویی؟ من که اینجا خوابیدم چی میگی تو؟ تو دستشویی بودی؟ من کجا تو دستشویی بودم؟ اینجا خوابیدم. آها منصور بوده. منصورم که دستشویی. دستشویی نرفتم که. فرزا تو بودی دستشویی؟ من خوابم عادت ندارم تو خواب را برم. آها خب پس ببین منم که اونجا نتونستم برم تو هم که جور بودیم که فکی تو دستشویی بوده؟ اگه اینا امشب گذاشتن ما یه دقیقه سرمون راحت بذاریم رو زمین، اصلا انگار نه انگار حالیشون نیست. خب الان حالیتون میکنم، خب همین الان حالیتون میکنم. آقا چون مواظب باشه. خب برو تو دیگه. من میگم خب برو اردن، من بعد پشت ساپورت کنم. آقا یه مسو چی؟ برو تو دیگه دیگه، چقدر میترسی با یه هیکلت. من اصلا برو تو در بزن. خب در بزن. چی در بزنی؟ کسی نیست. برو تو بینه کیه؟ بفرما. ها؟ به جون منظور زابرا کرده ما را، هیچ کس نیست بابا. پنجره باید چرا بازی؟ پنجره خب پنجره که هوا کشه دیگه، باز دیگه. ولی من یه صدای شنیدم ها. بابا صدای گربه بوده حتما. ولی بوده عکس خودشو دیده. نه نه باور کنید، باور کنید. تو چی دیدی؟ من یک شخصی رو دیدم که روبرو آینه داشت اینجوری حامد بوده دیگه. تو آینه خودت دیدی؟ من خود دیدم که اینجوری داشت با صورتش بازی میکرد. این کارو بابا حوصله داری؟ من دیدم. عزیزم من شما چیکار داری؟ من دارم حرف خصوصی میزنم. اشتباه کردم. اینو ببین من شوکو خانم تو اینو ننوزم تو هلفتونی دست بر نمیدارم. فکر کردی من آقا فرق شما تکلیف روشن نکن برای من. چرا؟ دیگه از این کارا نکنم. بگو غلط کردم. قول میدم. قول میدی؟ اصلا این کارا رو نمیدم. قول میدی؟ آره. دستم رو بگو. قولش قول نیست. حامد جان قولش قول نیست. شوکو خانم من به اطلاع عرض می‌کنم اینا قول میدن فردا میرن توبه‌شون رو میشکنن. باید به دست پلیس و دست عبرت بشه برای من. تو الان گیرت سر همین گلیمه بود. خیلی خوب فردا برو. دیگه هم بازی نکنی ها. شغل بدیه این کارا. چی داری میگی؟ داری از کیسه خلیفه میبخشی؟ گیلی زیر پای من رو ببینم. بابا بلش کن من سورالی یه گیلی من قدیم بسه ببره دیگه. درست میگه. اجازه بدید. ببینید واقعا ارزش نداره. این بدبخته. بچه های کوچولو داره، زن و بچهش گشنن. بدیم این گلیم رو ببره. ولی شکو خانم گلیم انقدر نیست، فکر کنم بزرگتره. خدا از بزرگی کمتون نشه. بایستا یه چیز بهت بگم، همیشه آویزه گوشت کن. ببین سیبیل بهت نمیاد. این کتک برای فیلم هایی میتونه ارزون نفروشی ها. فقط میخواستی ارزون نفروشی، خودم خریدارم. برو فدا چه؟ من برم درو قفل کنم. برو آقا مرد. تو این گیرودار به سیبیل یارو چی کار داری حامد؟ خب واقعا سیبیل بهش نمیومد، حقیقتو باید بهش گفت. میدونی؟ خیلی خب بس راه بیفتیم بریم ببینم. برید سر خونه زندگیاتون. انگار بعد شب نشینی. میگه فرشی اینم بهش داده بودی، گناه داشت. واقعا عجب شبی. بابا چرا اینجی؟ ولی واقعا حامد عجب توهم هایی ها. سیب گاز زده اصلا. واقعا یه چیزایی هست که این که مبله همینجوریه، خودم اینجوری کردم. میدونی حامد قبول داری هیچ چیزی مثل خونه خود آدم نیست. آرامشی که در خونه خود آدمه هیچ جا نیست. شهر جا خونه خونه چورتی بزنی. کی؟ آشیر اینجوری هم
کیه؟ 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 درمه بکن کیه؟ 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 حامد پروازمون کنسل شد. خیلی شوخی زایه‌ای بود، خیلی کارت.